علیه فاجعه سیل و علیه فاجعه جمهوری اسلامی. فاجعه سیل هر روز ابعاد دهشتناکتری به خود می‌گیرد. ده‌ها نفر جان باختند، هزاران نفر در استان‌های گلستان و فارس و خوزستان و لرستان هست و نیست خود را از دست داده‌اند و چندین استان دیگر در معرض خطر سیل قرار دارند. این صرفاً یک سانحه طبیعی نیست، یک فاجعه سیاسی اجتماعی است. جمهوری اسلامی نه تنها هیچ اقدام پیشگیرانه و بعد از وقوع این فاجعه کوچکترین اقدامی برای رسیدگی به وضعیت قربانیان آن انجام نداده است، بلکه خود با جنگلخواری و زمینخواری و خانه‌سازی در حریم و بستر رودخانه ها و مسدود کردن مسیل ها و عدم رسیدگی به وضعیت سدها و آبگیرها و غیره عامل اصلی در ایجاد فاجعه سیل بوده است. در این مورد نیز مثل همه موارد دیگر، هدف و اساس سیاست های حکومت نه امنیت و آسایش مردم، بلکه پر کردن جیب های گشاد مقامات و آیت الله های میلیاردر و اعوان و انصارشان بوده است. فاجعه سیل یک بار دیگر و روشنتر از همیشه و برجسته تر به ما نشان می دهد که منشأ و ریشه همه مسائل و مصائب گریبانگیر جامعه جمهوری اسلامی است. این تجربه دردناک یک بار دیگر بر مبرمیت به زیر کشیدن جمهوری اسلامی تأکید می کند. برای مسموم ماندن جامعه از صدمات سیل، حکومت را باید سیل ببرد. سیل و عواقب آن همچنین یک بار دیگر اهمیت همبستگی و سازمان یافتن ما مردم برای حل و فصل مسائل خود را برجسته می کند. چند ماه قبل در اوج اعتصاب کارگران هفت تپه، اسماعیل بخشی پرچم شوراها را برافراشت. از اداره هفت تپه به وسیله شوراهای کارگری سخن گفت و به دنبال آن اداره شورایی به گفتمان دانشجویان و فعالین جنبش‌های اعتراضی تبدیل شد. تجربه سیل یک بار دیگر ضرورت و مطلوبیت اداره شورایی جامعه را در برابر چشمان همگان قرار می‌دهد. اگر مردم امور را در دست داشتند، حوادثی نظیر سیل اخیر در چنین ابعادی اتفاق نمی افتاد و چنین عوارض و عواقب دهشتناکی نمی داشت. موجی که برای امداد رسانی به قربانیان سیل در جامعه به راه افتاده است، نمونه عملی متشکل شدن و فعال شدن ما مردم برای در دست گرفتن امور خود است. همکنون شبکه‌های امدادرسانی به سیل زدگان در سراسر کشور شکل گرفته و فعال شده است. این شبکه‌ها را باید گسترش داد. باید در برابر اقدامات حکومت برای ممانعت از کمک رسانی مردم ایستاد و آن را خنثا نمود. باید حکومت را مجبور کرد خسارات ناشی از سیل را جبران کند و در دل این تجربه باید ایده و خواست به دست گرفتن امور خود و اداره شورایی جامعه را هرچه بیشتر گسترش داد و آن را تثبیت کرد. نه تنها برای به حد اقل رساندن عواقب فجایعی نظیر سیل و زلزله، بلکه برای پاسخگویی به فساد و چپاول و بی‌تأمینی و فقر و بی‌حقوقی که در جامعه بیداد می کند، باید متشکل شد، جمهوری اسلامی را به زیر کشید و اداره جامعه را خود در دست گرفت. تنها حکومت شورایی می تواند امور جامعه را در خدمت اکثریت عظیم مردم و نه یک درصدی های مفتخور حاکم اداره کند. زنده باد همبستگی مردم برای کمک رسانی به سیل زدگان،
سرنگون باد جمهوری اسلامی، زنده باد حکومت شورایی. حزب کمونیست کارگری ایران، ششم فروردین 1398 برابر با 26 مارس 2019.